شما را به ترس از خدا سفارش می کنم. به دنیا پرستی روی نیاورید، گرچه به سراغ شما آید، و بر آنچه از دنیا از دست می دهید اندوهناک مباشید. حق را بگویید و برای پاداش الهی عمل کنید و دشمن ستمگر و یاور ستم دیده باشید. شما را و تمام فرزندان و خاندانم را و کسانی را که این وصیت به آنها می رسد به ترس از خدا و نظم در امور زندگی و ایجاد صلح و آشتی در میانتان سفارش می کنم، زیرا من از جد شما پیامبر شنیدم که می فرمود اصلاح دادن بین مردم از نماز و روزه یک سال برتر است. خدا را خدا را درباره یتیمان نکند آنان گاهی سیر و گاه گرسنه بمانند و حقوقشان ضایع گردد. خدا را خدا را درباره همسایگان حقوقشان را رعایت کنید که وصیت پیامبر شماست. همواره به خوشرفتاری با همسایگان سفارش می کرد تا آنجا که گمان بردیم برای آنان ارثی معین خواهد کرد. خدا را خدا را درباره قرآن، مبادا دیگران در عمل کردن به دستوراتش از شما پیشی گیرند. خدا را خدا را درباره نماز، چرا که ستون دین شماست. خدا را خدا را درباره خانه خدا، تا هستید آن را خالی مگذارید، زیرا اگر کعبه خالی شود مهلت داده نمی شوید. خدا را خدا را درباره جهاد، با اموال و جانها و زبانهای خیش در راه خدا جهاد کنید. بر شما باد به پیوستن با یکدیگر و بخشش همدیگر. مبادا از هم روی گردانید و پیوند دوستی را از بین ببرید. امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید، که ترک آن باعث می شود بدهای شما بر شما مسلط شوند. آنگاه هرچه خدا را بخوانید جواب ندهد.